future perfect در واقع future perfect زمانی استفاده میشه که شما یه deadline دارین or a point of time in future دارید در واقع deadline یعنی چی؟ یه مهلت، یه مهلت مقرر یا مثلا یه سررسید یه زمانی من ببینم تا این زمان این کارو رو باید انجام بده اینو بهش میگن deadline یا a point of time in future برای مثال این 6 months یعنی تا 6 ماه دیگه By the end of the week تا آخر هفته By June تا ماه جون By the end of the month تا آخر ماه Till tomorrow تا فردا Till 8 p.m. تا ساعت هشت شب By next month تا ماه بعد By Friday تا جمعه e. By the end of the class تا آخر کلاس Positive, future, perfect خب اول میریم سراغ جملات پازیتیو فیوچر پرفکت برای استراکچرش عین همیشه سابجکت رو داریم ویل رو داریم چون فیوچره از اونجا که تنس تنس پرفکت حتما آپشن هاف رو داره فعلتون باید پس پارتیسیپل باشه و بعد ادامه جمله آبجکت اکسترا انفورمیشن و تایم اکسپریشنتون در واقع اون ددلاینی هست که داده میشه برای مثال شما میگید I will have finished the project by midnight. I will have finished the project by midnight یعنی تا نیمه شب من این پروژه رو تموم خواهم کرد یه نکته خیلی مهمی که هست ببینید سابجکتتون هر چی باشه اون آپشن وسط have همیشه have چیزی به نام i will has نداریم اینو یادتون باشه have برای تمام سابجکت ها have ثابته she will have paid your money by next month اون تا ماه بعد پول تو رو پرداخت خواهد کرد We will have finished the class in 6 months. تو 6 ماه ما کلاس رو تموم خواهیم کرد. She will have done her homework by 8 pm. تا ساعت هشت شب هوم رو انجام خواهد داد. I will have uploaded other videos by the end of the month. تا آخر ماه ویدیوهای بعدی رو آپلود خواهم کرد. negative future perfect خب طبیعتاً مدل negativeش هم چیز جدیدی نداره will not میگیره که اگه بخوایم مدلش رو contracted بگیم باید بگیم won't فرقی هم نمی‌کنه i will not have finished the project by midnight she will not have paid your money by next month we will not have finished the class in six months she will not have done her homework by 8 pm I will not have uploaded other videos by the end of the month. Question future perfect. خب برای مدل کویسچنش هم چیز جدیدی نیست. مثل همیشه سابجکت و اون اکسیلریه will جا به جا میشه. بقیه همون همونجور ثابت میمونه. هفت سر جاشه. وربتون باید حتما پس پارتیسیپل باشه. Object extra information و time expression هم که همون دیدلائنی هست که دارید. For example. Will you have finished the project by midnight؟ Will she have paid your money by next month? Will we have finished the class in six months? Will she have done her homework by 8 p.m.? Will they have uploaded other videos by the end of the month? خب ما اینجا یه سری جمله داریم که همه اینا ددلاین دارن با توجه به اینکه اینا همشون ددلاین دارن و همشون هم مربوط به زمان آینده هستن مسلما شما باید از فیوچر پرفکت استفاده کنید میتونید جملات رو جایی بنویسید ویدیو رو پاس کنید بعد از اینکه جملات رو نوشتید ادامه ویدیو رو ببینید و جواباتون رو چک کنید تا ساعت ده شب من گزارشتون رو تحویل میدم I will have presented your report by 10 p.m. تا یه ساعت دیگه واریز میکنم. I will have deposited in one hour. تا آخر این ماه امتحانات هم رو میدم. I will have taken my exams by the end of this month. تا شش ماه آینده این هتل رو میسازند. They will have built this hotel in six months. تا جولای ایران میمونم. I will have stayed in Iran by July. تا تابستان خونت میمونم. I will have stayed in your house by summer. تا آخر ژانویه تمام واحدهامو تمام میکنم. I will have finished all my courses by the end of January. تا سه هفته بعد دوره بالای متوسط رو آپلود میکنم. I will have uploaded upper intermediate videos in three weeks.